درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 11 شهریور ماه دوم سپتامبر نگاهی داریم به سانسور در سینمای ایران. در 32 سال گذشته بیش از 200 فیلم ساخته شده در سینمای ایران فرصت اکران روی پرده سینماها را نیافتند. بسیاری از فیلمسازان بعد از ساخت فیلم با مسئله ممیزی یا سانسور مواجه شدند. گاهی ممیزی ها به اندازه‌ای بود که اعمال آنها به کلیت فیلم ضربه می‌زد. به همین خاطر بسیاری از کارگردان ها زیر بار ممیزی ها نرفته و ترجیح دادن فیلم هایشون پشت درهای بسته اکران بماند. بیشترین فیلم‌های سینمایی طی سال‌های 84 تا 88 توقیف شدند. در دوران معاونت سینمایی محمدرضا جعفری جلوه بیش از 70 فیلم فرصت اکران روی پرده سینما نیافتند، دقیقاً دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. از سال 60 به این سو 7 فیلم در دوره معاونت محمد مهدی کلهور، 8 فیلم در دوره فخرالدین انوار، 11 فیلم در دوره سید مهدی فریدزاده، 22 فیلم در دوره معاونت عزت الله زرقامی، 21 فیلم در دوره سیف الله داد، 19 فیلم در دوره محمد حسن پزشک، 42 فیلم در دوره محمد مهدی حیدریان و حدود 30 فیلم در دوره معاونت جواد شمقدری توقیف شد. حالا چشم امید سینماگران به حجت الله ایوبی است که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا حکمی او رو به سمت معاون و رئیس سازمان سینمایی و جانشین جواد شمقدری منصوب کرد. علت توقیف این همه فیلم و این حجم از سانسور در سینمای ایران چیست؟ چرا بسیاری از فیلمسازان مطرح دست از فیلمسازی کشیدند؟ بسیاری هم تماس تیغ سانسور رو بر تن فیلم‌هایشون تحمل کردند. گروهی هم به خلاقیت‌هایی برای پرهیز از سانسور دست دادن که خود نوعی دیگر از سانسور شد. اسخر فرهادی فیلمساز برنده اسکار چند پیش در گفتگویی با خبرنگار لوموند گفته بود خط قرمزهای زیادی وجود دارند، اما طبیعتی دوگانه دارند. بعضی از خط قرمزها قابل دیدن هستند و در بیرون می شود آنها را حس کرد، بعضی دیگر درونی هستند. بعضی از خط قرمزها را سیستم ترسیم می کند، اما برخی دیگر به وسیله قدرت و اجتماع ترسیم می شوند که الزاماً خیلی مشخص و تعریف شده هم نیستند. ممیزی به هر حال وجود دارد، اما جوری نیست که زمینگیرتان کند. ممیزی به شکلی عمل نمی کند که ما بی عمل و بی اراده باشیم. سینماگران در نبردی ابدی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. گاهی پیروز می‌شوند و گاهی شکست می‌خورند، اما به هر حال این نبردی است که هیچ آتش‌بسی در آن داده نمی‌شود. صحبت‌های اسخر فرهادی بود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم فیلمسازان ایرانی به سانسور سینمای ایران کمک می‌کنند؟ کماکان نظرسنجی در فیسبوک افق برقرار هست. میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی شرکت بکنید و همینطور میتونید برای برنامه در طریق ایمیل افق@vionews.com با ما در تماس باشید و برای ابتدای برنامه نگاهی داشته باشیم فشرده به موارد سانسور در سینمای ایران در چند سال گذشته. بعضی از فیلم ها انتقادی است. انتقاد اونها برای من که الان هر تلنگری به این نظام مثل مشت به منه، هر گوشه نظام شما یه تلنگر بزنید مثل یه مشت به من زدید. من وقتی این انتقاد می شما خوشم میاد، ممکنه رنج ببرم از این که چرا این انتقاد بر من وارده، اما از نفس انتقاد مطلقا رنج نمیبرم و خوشم میاد. نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما. سانسور آثار هنری در ایران هر کسی را که خواهان ابراز عقایدی است که مورد تایید دولت قرار ندارد تحت فشار قرار می‌دهد. سایت دولتی شبکه ایران، وضعیت پوشش شخصیت اصلی فیلم رونوشت برابر اصل ساخته عباس کیارستمی اصلا به گونه ای نیست که بتوان این فیلم را بدون سانسور در سینماهای کشور به نمایش درآورد.
فیلم گزارش ساخته ابراهیم حاتمی کیا سانسور شد. علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد. این فیلم سینمایی مشکل خاصی نداشته، فقط اصلاحیه مختصری به قسمت‌هایی از این فیلم وارد شده که در حال انجام است. بهزاد فراهانی: ما هنرمندان یک درخواست از سیاستمداران داریم. ما از آنها می‌خواهیم همچنان که به ما فرصت داده نمی‌شود دولت مردان را نقد کنیم، آنها نیز اجازه بدهند که ما زندگی خود را بکنیم. خبرگزاری مهر به نقل از علی سرتیپی، پخش کننده ایرانی فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی: از زمانی که فیلم گذشته در ایران اکران شده است، هیچ فریم و حتی دیالوگی از آن دچار ممیزی نشده است. حجت الله ایوبی اتاق را از جواد شمقدری تحویل گرفت. ایوبی تایی حکمی از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شد. مهمان امشب افق آقای دکتر جمشید اکرمی، استاد فیلم و تلویزیون دانشگاه ویلیام پترسون هستند. ایشون کارگردان فیلم مستند سینمای ناخشنودی هم هستند که در مورد اون صحبت میکنیم. ابتدا بخش آغازین فیلم سینمای ناخشنودی ساخته جمشید اکرمی رو با هم ببینیم. پروسه فیلمسازی به نظرم تو ایران یک شکنجه روحی کامل. اینکه سانسور فیلم در ایران چه ویژگی‌هایی داره، مهمترین ویژگیش اینه که بدون ویژگیه. این قابل پیش‌بینی نیست، قابل شناسایی نیست، مدون نیست. Self-censorship is predominant because there are certain taboos in our culture which you unconsciously know that they are not allowed to be shown. هیچ وقت ما نظام دموکراتیک به معنای واقعیش که تجربه نکردیم تو جامعه. جامعه بعد از انقلاب وقتی که دچار بحران‌های متعددی میشه و خود زیر ساختای جامعه به هم می‌خوره و نوع نگاه عوض میشه، تا مدتی با شعار خودش نگه می‌داره. متاسفانه ما ایرونی ها آدم های دوگانه ای شدیم. دوگانه به معنی اینکه یک زندگی شخصی و خصوصی داریم و یک زندگی اجتماعی. اینها با هم کاملا تناقض داره. Religion dictates every aspect of life in Iranian society, including the arts. The fact that somebody prays five times a day does not make him a better filmmaker. توی داخل ایران میگن آقا چرا فقط فیلم‌های مثلا معترض میره بیرون؟ چطور میشه که هیچ فیلم غیر معترضی چرا انتخاب نمیشه؟ هر چقدر که میزان این فشارها و ایجاد محدودیت و تحمیل مسائل مذهبی در سینما ایران بیشتر بشه، واکنش سینماگرا بهش سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد شد. به طور مثال خیلی از فیلمسازای درجه یک ما الان فیلم نمی‌سازن. به کسانی که خودی نیستن نه کار میدن نه بودجه. خود من مثال زندهش هستم. نگاهشون اینطوریه، یعنی اینکه حالا که پناهی جزء ما نمیشه، پس باید همه راه ها جلوش سرد بشه و جلوی هر چیزی میتونه اتفاق بیفته گرفته بشه.
آقای دکتر اکرمی، خوش آمدید به برنامه. تبریک میگم برای پایان بخشیدن به این پروژه و نمایشون در فستیوال فیلم مونترال. ابتدا توضیح بدید که انگیزه از ساخت این مستند چه بود آقای اکرمی؟ خواهش میکنم اجازه بدید من به شما به همیهنان سلام بکنم و عذرخواهی هم بکنم همین ابتدای برنامه که حال من زیاد مساعد نیست متاسفانه. همینطوری که میدونین میگن سفر آدمو با تجربه میکنه، ولی سفرگاهی وقت آدمو مریض هم میکنه و متاسفانه این جابجایی های اقلیمی گاهی به آدم نمیسازه. اینه که من از قبل عذرخواهی میکنم ولی امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم. امیدوارم که نمایش فیلمتون باعث بشه که رفع کسالت هم بشه هرچه سریعتر. انشاءالله. بفرمایید. در مورد سوالتون که فرمودین انگیزه ساختن فیلم چی بود، اگر اشتباه نکنم اول خود نوع فیلم، میدونین یه فیلمیه که اینجا بهش اسی فیلم میگن و یک فیلم مقاله است در واقع، مثل مقاله‌ای که فیلم شده باشه. به هر حال یک کار پژوهشیه، یک کار پژوهشیه راجع به سینمای ایرانه و راستش انگیزه من پرداختن به مسئله سانسور بود. یعنی الان از در این 35 سال گذشته که حکومت جمهوری اسلامی رو ما در ایران داشتیم، به نظر من مهمترین مسئله سینما ایران و حتی میشه گفت مسئله رسانه ایران همین مسئله سانسور بوده و این عجیب و غریب بودن سانسور. در واقع ما به هر حال ایران تنها کشوری نیست که سانسور داشته و داره، کشورهای دیکتاتوری‌های دیگه هم بودن که سانسورهای سفت و سخت داشتن، ولی اون نوع سانسوری که در ایران هست فقط اون سانسور سیاسی کشورهای دیگه نیست که ما حتی زمان شاه هم داشتیم، یه سانسور مذهبی هم هست که شاید ریشه های مذهبی داره و اون قسمتش واقعا برای من عجیب بوده. حالا در طول برنامه میتونیم بیشتر راجع به جزئیاتش صحبت بکنیم و اینکه چه مسائلی هست که واقعا ایجاد مشکل میکنه برای فیلمسازها و در واقع این سانسور فیلم در ایران رو تبدیل به یه چیز منحصر به فرد میکنه. همین منحصر به فرد بودن سانسور فیلم در ایران بود که واقعا منو به این پروژه جلب کرد و من فکر کردم که این مسئله باید بیشتر واشکافی بشه و اصلا دنیا هم ببینه که سانسور فیلم در ایران به چه صورته. من اگه اغراق نکنم میتونم بگم این نوع سانسوری که در ایران انجام میشه جاش توی تاریخ سینماست. این تاریخ سینما معمولا تحولات و مسائل مهم و گاهی مسائل عجیب و غریب هم نقل میشه توش و به دلیل این یگانه بودن و استثنایی بودن سانسور فیلم در ایران اصلا یک بخشی از تاریخ سینما باید. آقای اکرمی اتفاقا نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید طبیعتا تاریخ سانسور در بسیاری از کشورها قابل بحث هست، مثلا در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق، خب ما تاریخ سانسور و تأثیراتی که روی سینمای اون منطقه میگذاره و سینمای شوروی سابق یا روسی میگذاره بسیار قابل بحثه. در نقاط مختلف دیگر دنیا هم این رو ما داشتیم، ولی چه چیزی سانسور سینما ایران رو از نمونه های دیگر تاریخی مشخصا جدا میکنه؟ این چیزی که میفرمایید منحصر به فرد بودن در چه هست مشخصا؟ مختصر بفرمایید، بعد در طول برنامه بیشتر بازش خواهیم کرد. خواهش میکنم. همین محدودیت هایی که هست در مورد مثلا اینکه کمترین تماس فیزیکی بین زن و مرد نباشه، مثلا فرض کنید اگه شما یک کاراکتری دارید که یک مادریه، این مادر حتی حق نداره دست پسرش رو بگیره در فیلم، یا یه پدر حق نداره مثلا در یه صحنه‌ای که لازمه فرض کنید از یک سفری برگشته و دخترش به استقبالش میاد، این دوتا حق ندارن همدیگر بغل بکنن. یک مسائل دیگه ای هست مثل پوشش مو که اصلا یک بخش از فیلم من در این مورد هم توی اونجا بیشتر صحبت بکنیم. اینایی که واقعا در کشورهای دیگه دنیا سابقه ای ازش ما نمیبینیم، یعنی اینجور مسائل محدودیت های طرز نشون دادن کاراکترهای زن و محدودیت که در تماسهای فیزیکی هست. یک کشورهایی هستن مثل شاید فرض کنید عربستان سعودی که از این موارد توی جامعهشون هست، یعنی این جدایی خیلی عجیب و غریب بین زن و مرد تو چند تا جامعه دیگه هم میتونه دیده بشه، ولی خب اونا سینما ندارن. عربستان سعودی اصلا سینما نداره، هرچند که حالا در فستیوال ها میبینیم یک فیلمی از یک
خانم فیلمساز عربستان سعودی هم در اومده، ولی یعنی میفرمایید در واقع ایران... اون مسائل ایدئولوژیکی که بر سینمای جای دیگر دنیا در سانسور سینما اعمال شده در سانسور سینما ایران هست، فراتر از اون در واقع سانسور و ممیزی پاشو وارد این حوزه روابط انسانی و مناسبات آدم‌ها در جامعه میکنه و همین رو در سینما هم در واقع میبینیم. در واقع میفرمایید این چیزیست که متفاوت میکنه سانسور رو در سینما ایران با بقیه موارد سانسور. دقیقاً اون مواردی که با توجه به جنبه‌های مذهبی در ایران مسئله شده اینه که سانسور فیلم ایران رو تقریباً یه چیز استثنایی میکنه. آقای اکرمی، یک نکته که برای من جالب هست، این 12 فیلمساز یا سینماگری هستن که در این مستند باشون صحبت شده، از آقای اصغر فرهادی، جعفر پناهی، بهمن قبادی، داریوش مهرجویی، نورالدین زرینکر، خانم فاطمه معتمداریا، خانم رخشان بنی اعتماد، آقای رضا میرکریمی، بهمن فرمانارا، کمال تبریزی، بابک پیامی و مجتبی رایی. توضیح کوتاه بفرمایید که این 12 نفر بر چه مبنایی انتخاب شدن؟ دنبال چه بودید که در واقع مجموعه رو کنار هم 12 نفر رو چیدید؟ بله، سوال خیلی خوبیه. من در واقع دو تا عامل بود که باعث انتخاب من شد. میخواستم این، به هر حال شما که نمیتونید با همه فیلمسازا صحبت کنید، مجبورید که یک نمونه انتخاب بکنید و من خیلی برام مهم بود که این نمونه نمایندگی بکنه کل فیلمسازای سینما ایران رو. میبینید که مثلا خودتون اسم آوردید از آقای مرچوی، آقای فرمانار، آقای زرینکلک، اینا از نسل فیلمسازان قبل از انقلاب ایران هستند و بعد از اون فیلمسازایی هستند که بعد از انقلاب به شهرت رسیدن و کارشون رو شروع کردن، که امثال فرض کنید آقای پناهی، آقای قبادی، آقای میرکریمی. اسما رو من تکرار نمی‌کنم چون شما گفتین. برام خیلی مهم بود که از فیلمسازان زن حتما یک حضوری باشه، خانم بنی اعتماد و خانم معتمد آریا. همینطور فیلمسازان یه خورده جوان‌تر، مثلا آقای فرهادی نسبت به حتی فرض کنید آقای پناهی فیلمساز جدیدتریه. من حتی ترجیح میدم از نسل بعد از آقای فرهادی هم فیلمسازهایی باشن که دیگه این امکان میسر نشد. و اینکه این امکان میسر نشد دلیل دومیه که من این فیلمسازان رو به خصوص رو انتخاب کردم، و اون دلیل دوم در دسترس بودن فیلمسازها بود. من متاسفانه نمیتونستم این پروژه رو در ایران انجام بدم، برای اینکه عملا غیر ممکن بود. در نتیجه تمام مصاحبه ها خارج از ایران انجام شده یا در فستیوال هایی بوده، مثلا در همین فستیوال تورنتو چندین سال پیش، یا در نیویورک بوده وقتی که فیلمسازا اونجا بودن. و این دوتا عامل بود، یکیش خب تصمیم خودم بود که حتما نمایندگی بکنن این گروه به خصوص، و یکی دیگه محدودیت دسترسی به مثلا شاید هر کسی که من دلم میخواست. و فیلم هم در واقع برای مخاطب فرنگی ساخته شده، چون برشک به نظر میاد، حالا صحبت میکنیم در طول برنامه، که روی کردتون، نگاهتون هست که بیشتر سانسور رو برای مخاطب غربی توضیح بدید، اینطوره؟ دقیقاً. برای اینکه شما ببینید وقتی با یک مخاطب اینجا، حتی کسایی که کارشناس هستن، با منتقدا، با فیلمسازا صحبت میکنید، کسایی که آشنای زیادی هم با سینما ایران دارن، هیچ تعجب نمی‌کنن که در ایران سانسور هست، چون ایران رو به عنوان یه رژیم تمامیت‌خواه و خودکامه نگاه می‌کنن، در همه عرصه‌ها این دیده شده. ولی گاهی وقتا به من گفتن که ما می‌دونیم در ایران سانسور فیلم هست، ولی شما واقعا در فیلم‌ها نمی‌بینید. و این یه مسئله مهمی بود که باید باز می‌شد. یعنی سانسور هست، به شدت هم هست، ولی شاید به دلیل کارهایی که خود فیلمسازا میکنن و نگرش‌ها و رویکردهای به خصوصی که دارن این سانسور رو در واقع پنهان میکنن. حالا من نمیدونم اسم این خدمته یا ضد خدمته. این سانسور رو آدمای خارج از ایران نمیتونن کاملا ببینن. بنابراین من فهم کردم که لازم بودی هم چین فیلمی ساخته بشه که و توضیح بدن که بله ردپای سانسور کجاها هست و چطوری تأثیر میذاره، حتی کاملا رو خلاقیت فیلمسازا، که اصلا دوباره یه بخش فیلم راجع به اینه که فیلمسازا چطور
فیلم کنید مثلا دکوپاژ فیلم رو فیلمساز میکنه، ولی عملا من یه نمونه های آوردم که این دکوپاژ ناشی از محدودیت های سانسوریه و ممکنه اون چیزی نیست که خود فیلمساز میخواسته. درسته. بخشی توبت میکنیم که همونطور که ابتدا اشاره کردین این رویکرد پژوهشی شما، گاهی آدم احساس میکنه که مستند تنه به مستندهای آموزشی میزنه در مورد انتقال اطلاعات در مورد مسائل و مشکلات که در ساخت فیلم در ایران هست. آقای اکرمی، بخش دیگری از فیلم شما رو، فیلم سینمای ناخشنودی رو با هم ببینید، برمیگردیم بعد در مورد مسئله حجاب و مشکلاتی که زنان در سینما ایران باش رو هستن باهاتون صحبت میکنیم. وقتی من به عنوان یه هنرپیشه در جمهوری اسلامی دارم فیلم بازی میکنم و آدم قانونمندی هستم، باید بدونم که در قانون جمهوری اسلامی باید حجاب داشته باشی. و تا یه سالهایی برای اینکه آدم میخواد همه جهان رو تغییر بده به وسیله کارش، با افکارش، با سینمایی که توش داره کار میکنه و بهش اعتقاد داره، میگه جهنم، من قانون جمهوری اسلامی رو بابت حجاب میپذیرم برای اینکه بتونم اون کاری رو که دلم میخواد و فکر میکنم درسته رو انجام بدم. در نتیجه از یه زمانی به بعد دیگه متوجه نیستی حجاب داری، اینقدر همه چی برات طبیعیه و اینقدر پذیرفتی اینو به عنوان یک وسیله روی سر خودت که میگی خب این هر چیز دیگری. من همیشه مثال میزنم، میگم روسری سر کردن من مثل بیکینی پوشیدن کسیه که میره لب آب. نمیتونی با روسری و با حجاب بری، باید بیکینی تنت کنی یا باید مایو بپوشی. تو جمهوری اسلامی هم نمیتونی بدون روسری بیای، باید روسری سرت کنی. میتونم بگم که خب آدم دلش میخواد موهای خوشگلش رو، نمیدونم، صورتش رو بدون روسری نشون بده، ولی از یه زمانی به بعد میگه اصلا باشه نباشه مهم نیست، من اینقدر عنصرهای متفاوتی برای کار کردن دارم که حالا موام هم ندیدن، من با روسریم بازی میکنم. ما یاد گرفتیم که فیلممونو با شرایطی که تو جامعهمون هست بسازیم. در همین جامعه فیلمایی بیرون اومده که خب همه جای دنیا دوست داشتن فیلم ها رو. بچه های اسمان مال همین جامعه هست، با همین قواعد و قوانینی که شما میگین، ولی فیلم خیلی خیلی خوبیه. ما قبل انقلاب خیلی از محدودیت‌های بعد انقلاب رو نداشتیم. چرا اون موقع داره یه سینما اینجوری نبوده؟ نه، ما یه جاهای خیلی به شدت محدود میشیم از اینکه این حجاب به این شکل باید رعایت بشه. مثلا تو خونه تو رختخواب فرض کنین روسری سرشه، ولی ما یاد گرفتیم که این صحنه رو استفاده نکنیم که مصنوعی در بیاد. تا اونجایی که میتونیم استفاده نکنیم اینو که مصنوعی در بیاد و حرفمونو بزنیم. آقای دکتر اکرمی، جالب بود تو نگاه برشک متفاوت، نگاهی که خانم معتمدآریا داره و نگاه آقای رایی رو دیدیم به مسئله حجاب. توضیح بدید که واقعا این چالش رو سینماگران چگونه تونستن باش کنار بیان، مسئله حجاب و زنان رو، و این صحبت که برشک در طول این سال‌ها مطرح شده از سوی مقامات و مسئولین سینمایی، واقعا حجاب به سینما ایران نجابت میبخشه؟ والا اتفاقا این حرفیه که خود مقامات دولتی و اون متولیان دولتی سینما ایران همیشه میگن که ما یک سینمای نجیب داریم. شما این اصطلاح رو هیچ جای دیگه دنیا نمیشنوید، مثلا بگن یه سینمای نجیب در امریکا هست یا در چین هست یا در شوروی هست. و وقتی به ریشه های مثلا یه همچین اطلاقی نگاه میکنید، فهم کنید شاید به این دلیل که موهای خانم‌ها پوشیده است یا مثلا حتی تماسی در حد تماس دست‌ها تو فیلم‌های ایرانی دیده نمیشه. ولی این من نمیدونم آیا کافیه که یه سینما رو بهش نجابت بده. سینمای نجیب به نظر من باید از یک جامعه نجیب بیاد و یه جامعه نجیب هم تعریفش احتمالاً جامعه‌ای که درش دزدی و جنایت و فقر و فحشا نیست، که نه فقط ایران همچین خصوصیتی نداره، تقریبا هیچ جامعه دیگه ای همچین خصوصیتی نداره. پس بیاین اصلا این صحبت نجابت رو نکنیم، مگه اینکه شما تعریفتون از نجابت فقط پوشوندن مو باشه
که موی خانوما، که اونم اصلا واقعا معذرت میخوام اینو میگم، ولی به اون صورتی که در فیلم های ایرانی انجام میشه کار مضحکیه، برای اینکه دروغه، برای اینکه شما در هیچ شرایطی نمیبینید که یه خانم ایرانی وقتی با خونه با اعضای خانواده‌اش نشسته و در شام میخوره در این حال یک روسری هم داشته باشه، و یا وقتی که در خواب هست با روسری خوابیده باشه، که هرچند آقای رایی گفتن که ما از این جور صحنه‌ها نمیذاریم، حالا شاید ایشون نذاشتن، ولی همونطوری که من نشون دادم در فیلم‌های خیلی زیادی این صحنه‌ها هست، حتی در فیلم‌هایی هست که باز این چیزی که در فیلم بهش اشاره میشه، خانمایی که تو بیمارستان هم بستری‌ان باز روسری دارن، یا حتی خانمی که اصلا به خاطر کیموتراپی سرش رو موی روی سرش نیست، باز هم اون روسری وجود داره. میدونین وقتی با خود فیلمسازا من گاهی صحبت میکنم و میگم شما چطور این شرایط رو میتونید تحمل بکنید و در واقع چیزی رو نشون در فیلمتون نشون بدید که صحت نداره، میگن این مسئله مهمی برای ما نیست، ما بهش عادت کردیم. نمیدونم، تنها توضیح من اینه که یا توجیهی که میشه برای این کار اینه که از بس فیلمسازای ایرانی زیر منگنه هستن و فشار روشون هست که به قول معروف به از مرگ ترسوندنشون که به تب راضی بشن، یعنی اینقدر مسائل بقا واقعا مطرحه براشون که یه تحمیلاتی مثل پوشوندن موی زن رو براشون دیگه عادت کردن و مهم نیست. ولی برای یه آدمی مثل من خیلی مهمه، چون من دارم سینمای تمام دنیا رو همیشه بهش نگاه میکنم و در واقع احساس میکنم که بخشی از اون واقعیت زندگی، وقتی گفتی دروغه، این در سینما انعکاس پیدا نمیکنه. فکر میکنید سینما ایران در واقع گذاشته بخشی از زندگی رو کنار، و مثلا اتفاقا میخواستم این گفت صحبت از مرگ کردید، یه بخشی از در همین فیلم مستند شما که آقای فرمانارا داره صحبت از بوسه میکنه، صحبت از میگه بوسه اونجایی مجازه که بوسه مرگه در سینما. توضیح بدید که برش اون چه که در فیلم اتفاق میفته و بحث لمس و تماس چطور در فیلم این رو در واقع منعکس کردید و فیلمسازان چه میگن، چگونه با چالش تماس بین بازیگرها و مسائل خیلی طبیعی مثل بوسیدن همدیگر، مثل صحنه مثلا رخت خواب، خیلی از در طول 24 ساعت دادن ممکنه برشه که وقت مشخص و طولانی رو در رخت خواب بگذارن، ما این بخش از زندگی رو به طور کلی در سینما ایران منها کردیم ظاهرا. نه، به طور کلی زندگی خصوصی آدم ها مطرح نمیشه، یا اگر مطرح میشه به طور نادرستی مطرح میشه، که اون اتفاقا بذاریم من قبل از اینکه برگردم به سوال شما، اون قسمت نادرست بودنش خیلی مسئله است که من گاهی وقتی که فیلمایی رو میبینیم توی کلاسان با دانشجوها بحث میکنیم بهشون این توضیح میدم که خب ما از منظرهای مختلفی به سینما نگاه میکنیم و به فیلمها، یکی از منظر هنریه، یکی از منظر تجارته. گاهی وقتا میبینیم که به عنوان یک رسانه یک فیلم رو ممکنه بحث راجبش بکنیم، ولی ارزشی که سینما پیدا کرده یه ارزش مستند هم هست. به نظر من هر فیلمی باید یک سندی از زمان خودش باشه. فرض کنید اگه ما در امریکا یک فیلم رو می‌بینیم که در دهه 40 ساخته شده، صرف نظر از ارزش‌های هنری خود فیلم، این برامون یک سند خیلی با ارزشیه از اینکه مردم در اون دوره چطوری زندگی می‌کردن، چجوری لباس می‌پوشیدن، چجوری با هم حرف می‌زدن، نوع مراوده‌های اجتماعی چطور بوده. و شما در مورد ایران باید همین مسئله رو در نظر بگیرید، یعنی اگه 50 سال دیگه به فیلمایی که الان در ایران ساخته میشه نگاه بکنن، این فیلم‌ها واقعا نماینده زندگی اجتماعی مردم ما نیستن. یعنی وقتی توی فیلم دیده بشه که خانومی حتی موقع خوابیدن هم روسری داره، خب این که ما تصویر درستی ندادیم، تصویر کاملا مخدوشیه، بنابراین ارزش فیلم به عنوان یک سند به کلی از بین میره. ضمن اینکه ما یک دید غلطی هم به آدمای غیر ایرانی میدیم که وقتی این فیلم های ما رو نگاه میکنن، خب شاید یک آدمی که در برزیل این فیلم رو میبینه زیادم با زندگی اجتماعی مردم ایران آشنایی نداره، فکر کنی خب واقعا شاید خانوما در ایران با روسری میخوابن. میدونین اینا ضرراییه که این فیلم ها میزنن، ضررهای جانبی این جور برخورد هست. برگردم به سوال شما، بله آقای فرمانارا مثل بقیه فیلمسازا گلایه داشت از محدودیت ها، و به خصوص همین محدودیت های تماس بین کاراکترها، و ایشون به شوخیه که نکته رو یادآور میشن که ما در فیلم هامون نه
هیچ خانم آقایی همدیگر رو نمی‌بوسن، بغل نمی‌کنن، ولی معلوم نیست که در این 35 سال اخیر چطور جمعیتمون از 35 میلیون به بالای 70 میلیون رسیده. و در مورد اون بوسه‌ای که میگین، بله، مثلا یک فیلمساز برای اینکه یک بوسه رو نشون بده، نه فقط ایشون، بقیه فیلمسازام باید فرض کنین حرکت صورت یک آقایی رو به طرف صورت یک خانمی نشون بدن، بعد قبل از اینکه خود بوسه نشون داده میشه یک راهی پیدا کنن که مثلا یک کاتی بشه به یک ناظر بی‌طرفی که اون دور و برا هست، و بعد که برمیگردیم به این دو نفر میبینیم که اینا دارن حالا فاصله شون بیشتر میکنن. یعنی تماشاگر باید فرض بکنه که بله، این بوسه انجام شده، و این چیزایی که من میگم اصلا تمام قضیه رو مسخره میکنه. بله، همطور که صحبت کردید، آقای اکرمی رهبر جمهوری اسلامی هم، بنیانگذار جمهوری اسلامی اصلا آقای خمینی هم، نکاتی رو عنوان میکرد در مورد اینکه ما با سینما مشکل نداریم، با سینمای فاسد و اینها مسئله داریم. اگر اجازه بدید بخش دیگری از فیلمتون رو با هم ببینید، برگردیم بعد در مورد نوع نگاه سینماگران به صحنه‌های ممنوع اصطلاحاً اونجا بیشتر صحبت می‌کنیم. Even the most innocent touches and simple handshakes are banned. In 40 something, a man returning from abroad extends his hand towards a teenage girl, but she is not allowed to shake hands. The song in a cafe scene in the movie St. Petersburg offers a touch of irony. Hold on, my brother. In the movie A Very Close Encounter, a woman tries to shake hands with a man, but his hands are conveniently occupied with two shopping bags. The severity of the codes prohibiting physical contact can have amusing consequences. In Donya, a haji finds it difficult to have his hand touched by a woman trapped in an elevator. Later, the woman can only pull the injured haji by his vest. In the movie As Simple as That, an architect's assistant who's been sent to his employer's house to pick up some plans asks the architect's wife to lay them down so he can pick them up without any possible contact. سرگردون گم کرده ای داری؟ انگار خودت گم کردی. To read her father's palm without touching his hand, a daughter uses a handkerchief in the movie Superstar. برات خوبه. با آدما مهربون باش. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت کادو دادن به عروس خانومه. بله. In distance, a widower proposes to a young woman, but the delicate job of putting the ring on the bride's finger falls to the widower's daughter. خیلی خوشگله. با اجازه پدرم. بله. After an exchange of marital vows in a wedding scene from The Mask, the groom kisses his best man instead of the bride. She remains unkissed. Not even her father can kiss her. بتونم دخترتون رو خوشبخت کنم. When a woman falls down the stairs in a blessing in disguise, her husband and brother are unable to provide physical assistance. Another woman shows up to help. The scene of a husband trying to resuscitate a cat mouth to mouth in the wedding dinner is an amusing reminder that in an Iranian film, he wouldn't be able to do that to his wife in case of an emergency.
Showing couples in intimate situations without striking a false note has turned into a serious challenge for Iranian filmmakers. Do I feel compromised? Yes, when you're writing a script, I try to avoid a scene in which a man and a woman should be alone in a house or in a bedroom, because I realize that then I have to have the girl with the scarf, and this is very unrealistic. I wouldn't do it. So this is one of those things that you just have to censor yourself or deviate or go around it or to invent some other scenes, you know. آقای دکتر اکرمی، وقتی من فیلم نگاه می‌کردم واقعا بعضی لحظات مستند شما خنده داره، یعنی مجموعه چیدن این صحنه‌ها، و برای من جالبه چه تعداد فیلم رو شما دیدید، چقدر اینا رو چه مدت مطالعه می‌کردید، و واقعا چرا به نظر خود شما، من حداقل به عنوان بیننده احساس می‌کردم صحنه‌هایی هستش که منی که برشون مخاطب فرنگی هم نیستم، در این مجموعه رو کنار هم دیدم بسیار خنده‌دار و شاید به شکلی حتی مضحک هم هست در جاهای اون اتفاقی که داره در صحنه میفته، ولی همونطور که شاید قبلا گفتید به نظر میاد که بخش عمده از مخاطب عادت کرده در طول سالها، انگار پذیرفته که این مناسبات باید همین گونه باشه در سینما ایران. بله، متاسفانه این عادت پیدا شده و من به خاطر همین گفتم این خطر وجود داره که هیچ کدوم از این فیلم ها واقعا به عنوان یک سند از زندگی یک مردمی در یک برهه زمانی به خصوص در آینده ارزش نخواهند داشت، و باز خطری که در مورد آشنا کردن آدم های غیر ایرانی با فرهنگ ایران داریم. ولی من عذرخواهی میکنم برای تماشاگران ایرانی که این فیلم به زبان انگلیسی ساخته شده و دیدید که صحبت هم به انگلیسی بود، انشالله فرصتی بشه که بشه مثلا با دوبله یا با زیرنویس فیلم دیده بشه. ولی برگردم به صحبتی که شما کردید، صحبتی که آیت الله خمینی کرد در مورد اینکه با سینما مخالف نیست ولی با فحشا مخالفه. وقتی هم که شما صحبت‌های تماس فیزیکی بین زن و مرد رو می‌کنید، همه فوری به آدم حمله میکنن که پس شما منظورش اینه که چون صحنه های همخوابگی در فیلم های ایرانی نیست بنابراین مشکلی وجود داره. نه، اصلا این مسئله نیست. حالا شاید به دلیل اینکه رژیم اسلامی در ایران خیلی ها بپذیرن که هیچ مسئله ای نیست که برهنگی در فیلم های ایرانی نباشه، هیچ مسئله نیست که صحنه های همخوابگی نباشه، ولی ما صحبت صحنه‌هایی رو نظیر اینا رو که الان دیدید می‌کنیم، صحنه‌ای که یه دختری نتونه دست پدرش رو لمس بکنه، باید حتما یک دستمالی بین این دو دست باشه، صحنه‌ای که وقتی یک آقای میاد یه سری مدارک رو از یه خانمی بگیره، به خانم اول شما بذارید رو زمین که من دستم مبادا به دست شما بخوره. اینا واقعا همونطور که اشاره کردی تقریبا مسئله که ما این نوع تماس فیزیکی رو میگیم که اگر شما تا این حد هم اجازه ندین، یا مثل اون صحنه که این آقای باید دست خانمی رو از یه موقعیت خطرناک نجات بده نمیتونه دستش رو بگیره، همینطور اون صحنه تنفس مصنوعی، ببینین کاری که شما با یه گربه میتونین بکنین این آقا با خانم خودش نمیتونه بکنه اگه در این موقع اضطراری احتیاج به خب البته در زندگی واقعی که میکنن، ولی چطوره که این فیلم ها نمیتونن این صحنه رو نشون بدن؟ و این ایراد بزرگ فیلم های ایرانی الان که خب وقتی یه سناریو ایجاب میکنه که مثلا یک خانومی میفته رو زمین و شوهرش باید بتونه این خانم رو بلند بکنه، کمان که در یکی از صحنه ها دیدید خانومی که از پله ها سقوط میکنه، باید منتظر باشه یه خانم دیگه بیاد و تماس فیزیکی اون موقع برقرار بشه. اینا واقعا مسئله اصلی سینما ایرانه. من واقعا شاید بیشتر از 200 تا فیلم دیدم، و اون فیلم هایی که خود من به طور عادی میبینم فیلم های فیلمسازهای بهتر ماست، فیلمسازهایی که بذاریم بگم فیلم های فستیوالی که اینجور صحنه ها رو اصلا سراغش نمیرن. شما بارها از فیلمسازهای مثل آقای کیارستمی، آقای پناهی شنیدید که اصلا صحنه هایی رو که مجبور باشن یک خانومی رو با شوهرش زیر یک سقف نشون بدن، از این صحنه ها پرهیز میکنن، اصلا توی سناریوشون نمیذارن، که اینم نشون میده چقدر محدودیت شدیدی در کار اینجور فیلمسازها هست.
ولی خب به این دلیل شما رد پای سانسور تو فیلم‌های این قبیل فیلمسازا نمی‌بینید، ولی به فیلم‌های تجارتی که می‌رین، که اینم اتفاقاً توضیح بود که در همون موشن گرافیکی که دیدین داده شد، که در فیلم‌های تجارتی که آدم بیشتر می‌بینه چطور فیلم‌ها سانسور میشن، که این کارا من اشاره بکنم، کاری که از انیمیتورهای خیلی با استعداد ایرانیه و خیلی جوان و متاسفانه ایشون نمیتونست اسمش روی فیلم بذاره. بله، تمام به جذابیت کار خیلی کمک کرده. صحبت این بخش گرافیک و اینا رو کردید، یه نکته من بپرسم تا قبل از اینکه بخش دیگری از فیلمتون رو ببینیم. تو اون بخش های انیمیشن یه گوسفندی هست، این گوسفنده چون صحبت خنده دار بودن و مضحک بودن، هدفتون چی بود از در واقع اضافه کردن این گوسفنده و نقشی که بازی میکنه جای دیگران؟ ظاهرا میاد بین زن و مرد قرار میگیره تون بخشای انیمیشن یا جای اونا حرف میزنه، که حالا بحث موسیقی است. این گوسفنده نماد چی از نظر شما؟ این نماد یک چیزیه که از غیب میرسه و کمک میکنه به یه خانم و آقایی که نمیتونن دست همدیگر رو بگیرن، لااقل با کمک این گوسفند دست همو بگیرن و راه برن، که حالا من نمیدونم این صحنه نشون داده شده یا نه، ولی این مشکل همین چیزیه که سینما ایران قراره نجیب باشه به این دلایل. از طرف دیگه سینما ایران مدعی واقعی گرا بودن هست، ولی شما نمیتونید با توجه به همه این محدودیت هایی که دارین واقعی گرا باشین. من اتفاقا یک فیلمی رو دیدم که به اسم تاج محل، اسمش تاج محل البته ولی فیلم ایرانیه، و یه فیلمساز خوزستانی به عنوان کار اولش ساخته، که من به خود فیلمش مشکلی ندارم، تو هم فیلم خوب و تماشایی هم هست، و اتفاقا تهیه کننده‌اش هم آقای میرکریمیه که یکی از کسای 12 فیلم سازی هستن که من باشون مصاحبه کردم. ولی من فهم کنم این فیلم چون تولید کننده‌اش هم حوزه هنری هست، این نوع اون سینمای نجیبیه که در نظر متولیان سینمای ایران هست، به این دلیل که تم اصلیش واقعا اینه که یک سرقتی از یه خونه میشه و بعد آدمای این خونه وقتی سارقین رو پیدا میکنن به این پی میبرن که این سارقین وضعشون به مراتب از اینا بدتره، یعنی فقر باعث شده، فقر و استیصال که اینا این کار بکنن. خب اولا سلام بر دزد دوچرخه، برای اینکه این همون تمیه که برای اولین بار تو اون فیلم مطرح شد، منتها و اون فیلم در واقع بدعت نئورالیسم رو و یه جور واقع‌گرایی خیلی تلخ و در این حال خیلی واضح رو، خیلی آشکار رو اصلا در سینمای دنیا گذاشت. حالا اگر فیلم‌های ایرانی می‌خوان اون جور فیلم‌ها رو بسازن، اتفاقا ما متأسفانه در جامعه الان هستیم در ایران که اقتضا می‌کنه اون جور فیلم‌ها ساخته بشه، فیلم‌های شایدن واقع‌گرا، که این مشکلات اجتماعی نشون داده بشه. ولی مشکل وقتی پیدا میشه که اون نتیجه گیری که شما در انتهای فیلم میکنید، که خیلی از خودگذشتگی که این خانواده‌ای که سرقت شدن از خودشون نشون میدن و عملا میرن و از خانواده سارقین مواظبت میکنن، یعنی میگن ما مسئولیم و حالا ما از این به بعد، به خاطر اینکه اون مسئول اون خانواده هم در جریان همین پیامد سرقت کشته شده و اینا خودشون مسئول میدونن که حالا به اون خانواده برسن. و ولی خب شما این نتیجه گیری این فیلم رو با نتیجه گیری فیلم دستیکا مقایسه بکنید، در اون فیلم کاراکتر اصلی که دوچرخش رو دزدیدن از فرط استیصال میره دوچرخه یکی دیگر رو میدزده. در فیلم ایرانی میبینید که اصلا تلافی مطرح نیست و اصلا استیصال در حدی نیست که بیان اینا هم یه واکنش ناخوشایند نشون بدن، و اونجاست که فیلم شما دیگه نمیتونه یه فیلم اجتماعی باشه. برای اینکه فیلم خب البته این استثنا ممکنه وجود داشته باشه، این داستانی که ما در این فیلم می‌بینیم به عنوان یک استثنا ممکنه وجود داشته باشه، ولی شما که فیلم راجع به استثنا نمی‌سازید، وقتی یه فیلم اجتماعی می‌سازید باید این فیلم نشون بده که روندهای اجتماعی خیلی کلان چطوره، یعنی آیا تمام مردم ایران وقتی یه لطمه به خودشون میخوره میرن کمک میکنن به اون کسی که بهشون لطمه زده؟ آیا انگیزه تلافی وجود نداره؟ و آیا خودشون اینقدر دستشون بازه که همه مردم ایران همینطور راه میرن و به همدیگه کمک میکنن؟ اگه ایران همچین بهشتی هست که خب پس این فیلم هم درسته، اگر نه شما به این نتیجه میرسین که این فیلم ها، این فیلم های بسیار نجیب دارن دروغگویی هم میکنن. و
بله، صحبت از این شد که از نئورئالیسم به یک گونه نئو ایدئالیسم شد سینما ایران داره حرکت میکنه. آیه دکتر اکرمی، بخش دیگری از فیلم شما رو با هم ببینیم، بعد من میخوام در مورد این صحبت بکنیم که بس بر سر این شد که تماس بین زن و مرد در سینما ایران مشکل ممکن نیست، بعد با دیدن این بخش از فیلم شما در مورد این صحبت میکنیم که کجاها هست که این تماس ها مجاز دیده شده. In Half Moon, Bahman Robadi had the unenviable task of staging a makeout scene between a nagging wife and a husband who's trying to mollify her. در فیلم نیمه ما خیلی صحنه اصلا نگرفتم. یه صحنه هم بود که قرار بود اولای فیلم کاکو زنش ازش ناراحت میشه، میره پشت مینبوس که قرار شد اینو ببوستش. می‌خواستیم اول با سایه کار کنیم، خیلی بذارش ها تکراری باشه نه. بعد هم موقع ایده رسید که ما نمیتونستی نشون بدیم، یعنی نمیشد حتی تاچ کردنش بود، که موقع دستیار رو ما آوردم لباس زنانه تنش کردیم و حتی اون پشت بانی که پاش دیده میشه اون دستیار رو گذاشتم. فکر میکنم که واقعا حتی اگه اجازه شد داشتم الان دارم فکر میکنم شاید این تصویر خیلی قشنگتر بود. تو به تماشاچی اینجا برشون جالبه که از این نشون دادی، اون خیلی ها نمیدونم به دلیل اون مخالفت و ممانعتیه که دستگاهی به نام نظارت و ارزشیابی و سانسور هست، خیلی فکر کنه که تو داری یه بچه شاعرانه داری بهش میدی، داری یه جور متفاوت‌تر میگیری. There is nothing much poetic about a romantic scene in the movie Another Woman, where the filmmakers resort to showing intimacy between two dogs to imply intimacy between two lovers. The same actors in another film, with a title literally translated as Gone with the Wind, use a shield of glass to simulate physical touch. آقای اکرمی، برشک این محدودیت ها کمک کرده وجه شاعرانه فیلم ها رو تقویت کرده، و خود فیلمساز ها به نظر شما در این پروسه چقدر نقش دارن؟ در این الگوی برشک حضور سانسور در سینما ایران آیا استفاده کردن، کار خلاقه کردن در واقع به شکلی به سینما ایران کمک کرده، یا پذیرش این در واقع یه جور تایید سانسور هست به جای اینکه سانسور رو پس بزنه و واقعیت ها رو نمایش بده، یک چیز دیگری در واقع این وسط خلق شده؟ خب نکته غم انگیز اینجا اینه که فیلمسازای ایرانی واقعا انتخابی ندارن، یعنی غالبا هر فیلمسازی دلش میخواد که به قول شما سانسور رو پس بزنه، اعتراض کنه، واکنش نشون بده، ولی وقتی شما با یه نیروی به مراتب برتر دارید مبارزه میکنید، عملا مبارزه‌ای در کار نیست، برای اینکه نتیجهش محروم شدن شما از کار میشه. و اگر میخواهید ادامه بدید به کارتون و در فیلم‌های دیگه‌ای بسازید، مجبورید که با سانسور کنار بیاید. حالا اون طرز کنار اومدنش خب دیگه بستگی به خلاقیت فیلمساز داره، که همونطوری که نمونه‌ای رو اشاره کردم میتونن فیلم‌های رو یه جوری بسازن که اصلا ردپای سانسور توش گم بشه، یعنی به سراغ مسائلی که ممکنه محظورات سانسوری ایجاد بکنه اصلا نرن. اون نوع خلاقیت رو خب شاید طبیعتاً هر فیلمسازی نداره، که این نوع شاید صحنه‌های موسیقی که تو بعضی از فیلم‌ها می‌بینیم ناشی از عدم خلاقیت باشه، ولی شما واقعاً نمی‌تونید وقتی یه صحنه‌ای خیلی بدیهی روی فیلمساز نمی‌تونه نشون بده یا جور بدی نشون میده، اونو ملامت بکنید که نتونسته به نحو خلاقی اصلاً این سانسور رو بیاد اینجا روپوشونی بکنه. یه نکته آقای اکرمی، یه نکته عوض میخوام وسط صحبتتون، چون ما میخوایم یه بخش دیگه از فیلم شما رو هم ببینیم، فرصت زیادی هم نداریم. جاهایی که در واقع خشونت بین روابط فیزیکی هست،
ظاهرا اینها تو فیلم در واقع این رو شما نشون میدید که اینها مجازه، یعنی زن و مرد میتونن همدیگر رو در صحنه‌های کتک زدن، اینها در واقع میتونن تماس فیزیکی داشته باشن ولی تماس عاطفی که پیش میاد نمیتونن همدیگر لمس بکنن. بله، در نکته خوبی رو اشاره کردید. در ادامه همین صحنه که دیدید که اصلا عشق رو چطوری باید نشون داد و ما واقعا صحبت عشق میکنیم، آیا گفته شد که فحشا غیر مجازه و چه خوب که غیر مجازه، ولی عشق و ابراز عشق کاراکترها هم به هم باید غیر مجاز باشه و اگر نیست چرا امکان این نمیدید به فیلمسازا که به طور راحت‌تر و بازتری نشون بدن. ولی در این حال اگه تماس فیزیکی عاشقانه ممنوعه، تماس فیزیکی خشونتبار هیچ مسئله ای نداره. من نمونه‌های خیلی زیادی رو نشون میدم که مثلا یه آقای مشت محکمی به دهنه خانم میزنه در فیلم و سانسور هیچ مشکلی با این نوع تماس فیزیکی نداره. اینم باز یه جور درویی سانسور رو نشون میده که مثل اینکه واقعا مسئله نشون دادن محبته، یعنی اینکه یه کسی به طور خیلی خالصانه، خلوص‌آمیز و صمیمانه به یکی دیگه بگه مثلا من تو رو دوست دارم، اون چیزیه که ممنوعه در فیلم ها. ولی نشون دادن نفرت، انزجار، چیز خشونت فیزیکی، بله، این احتمالا مشکلی نداره. خب بخش دیگری از فیلم شما رو با هم ببینیم، برمیگردیم و بعد در مورد این صحبت میکنیم که صحبت میشه از این که آیا سینما ایران فیلم های خوبش رو ساخته یا فیلم های خوبش ساخته نشده. اینکه بعضی وقتا میگن خیلی تاریک به مسائل اجتماعی نگاه میکنی، واقعا خودم هم نمیفهمم یعنی چی. یه زمان این فیلم ها رو نمیذاشم پخش بهشون، گفتم خب چرا نمیذارید پخش؟ دلایل درستی نمیاوردم. میگفتم ببینید آیا من واقعیت رو میگم یا نه، آیا دروغ گفتم، آیا اغراق کردم. میگفتن نه خب هستش. میگفتن خب بس واقعیتی که هستش، من اون واقعیت رو ساختم و چرا نمایش نمیدید. میگفتن که خب هر واقعیت رو که نباید نشون داد. به نظر من واقعیت ها خیلی تلختر از اینی هستن که حتی توی فیلم های ما هستن. میگم چرا توی استادیوم زنها حق ندارن بیان کنار مرد بشینن فوتبال ببینن؟ آخ خانم چرا شما نمیفهم؟ اصلا نمیشه زنان برن تو استادیوم کنار مردان غریبی بشینه. پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم هم بود زنه ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟ فرق داره، اونا ژاپنی بود. آها، یعنی مشکل من اینه که تو ایران به دنیا اومدم؟ یعنی اگه تو ژاپن به دنیا اومده بودم الان میتونستم فوتبال ببینم؟ بسیار زیاد ما توی خیابونا و سر چهارراه‌ها دیدیم که خانم‌ها رو فقط به صرف اینکه دامنشون یه خورده کوتاه‌تره یا یه ذره تنگ‌تره یا یه خورده موشون بیرونه و میگیرن و به طرز خیلی ناجوری میندازن داخل ماشین‌های پلیس و میبرنشون به نیروهای انتظامی و برخوردهای نامناسبی که میشه. خبر میدی پدرت بیاد اینجا، تا اومدن پدرتم تو بازداشت میمونی، مفهومه؟ اشتباه کردم، تو رو خدا ببخش، اشتباه کردم. هر کاری بگی میکنم چی کار باید بکنم؟ توبه، فقط توبه. فهمیدی؟ تحتیر که شدی از اینجا میری بیرون. میریزن توی خونه ها و دیشای ماهواره رو داغون میکنن، به بهانه های مختلف روزنامه ها بسته میشن. من در اونجا دارم زندگی میکنم، اینا رو شاهدش هستم. من این واقعیت ها رو فقط ثبت میکنم. اگر سیاهه، اگر تاریکه، این مشکل من نیست، مشکل کساییه که اون رو به وجود آوردن. فیلمی که فرض کن یه جوری پرداخته که ایرانی میگن آقا این آبروی ما رو میبره. شما یه چیزایی هست که شاید تو خونه با خانواده خودتون مطرح کنید، اصلا مایل نیستین اینا رو بیاین تو تلویزیون بگین. میدونین چی میگم؟ من فکر کنم ایران خانواده بزرگ منه. یه چیزایی هست که من دوست ندارم توی دنیا جار بزنم، بگم آقا ما اینجوری هستیم. حالا یه جریانی ممکنه بگه اتفاقا ما اینا رو دوست داریم و بهش بها میدیم. من جزو اون دسته از فیلمسازانی هستم که فکر میکنم وظیفه سینما اینه که
همون نقاط تاریک رو ببینه، بدون اینکه حالا دغدغه اینو داشته باشه که تو عالم سیاست چه تعبیرایی از اینها میشه. فکر میکنم هنرمند اساسا به سیاست کاری نداره و بعد به این فکر کنه که چی به نفع مردمشه، چی برای مردمش امکانات تازه‌ای رو به ارمغان میاره و باعث میشه که حالا مسئولین مملکت و حتی خود مردم به مسائلی که توی جامعه دارن فکر بکنن. چرا وقتی که مثلا یه فیلمسازی در امریکا راجع به مشکلات و تلخی‌های زندگی مثلا در امریکا فیلم می‌سازه یا شرایط اجتماعی، این چقدر کارش پسندیده است در داخل ایران و چقدر تقدیر میشه؟ فیلمسازی مثل مایکل مور، آیا در واقع پس سیستمی که اینجا در امریکا هست باید بگه که او سیاه‌نمایی کرد؟ آقای دکتر اکرمی، نکات جالبی واقعا تو این بخش از مستند مطرح میشه. این حتی در میان این 12 فیلمساز هم که نگاه میکنیم، اینا هر کدوم راه خودشون رو میرن در قبال در واقع اون استراتژی یا اون تاکتیکایی که پیدا میکنن برای مقابله با سانسور و سرنوشت‌های متفاوتی هم پیدا میکنن. همین بین آقای فرهادی، آقای پناهی، آقای قبادی کاملا میشه دید که گرچه همه اینها منتقد هستن و درگیرن، ولی هر کدوم راه دیگری میرن و سرنوشت دیگری هم پیدا میکنن. در مورد این تفاوت‌ها توضیح بدید. بعضی حتی برمیگردن به محیط آموزشی، میرن به همون دانشکده سینما تئاتر که خود منم سالها اونجا درس خوندم و اومدن کار آموزشی بکنن، دیدن در اون فضای آموزشی هم شرایط بسیار سخت و دشوار بود، اونجا هم نمیشد با در واقع تا دانشجوها راحت کار کرد. یه نکته که برای من خیلی جالب است در مورد این، اگر توضیح میخواید بدید که علت این در واقع گونه گونی چه هست و مطلبی که فرهادی هم مطرح میکنه که هیچ موقع ما سانسور نوشته شده نداریم، هیچ موقع به کسی نگفتن که فیلم تو به این دلایل به این دلایل ممنوع شده، همه چیز شفاهی مطرح میشه و کسی جای حتی مدرک روشنی هم از خودش باقی نمیذاره. این نکته که برای من خیلی جالب است این بحثی است که مطرح میکنن در تقریبا بخش پایانی فیلم که سینمای ایران فیلم های خوبش رو نساخته. خب دلیلش واضحه، برای اینکه فیلمسازا اون مقدار آزادی نداشتن که اون فیلم‌های خوبشون رو بسازن. با هر فیلمساز ایرانی شما صحبت بکنید میگه که چه سناریوهایی چه ایده‌ای تو ذهنش بوده و متأسفانه عملی نیست، نمیتونه اون فیلم‌ها رو بسازه. من یه بار با یکی از همین فیلمسازا که تو همین چهره خیلی سرشناس بین‌المللی هست صحبت می‌کردم توی فستیوالی و گفتم شما به فستیوال‌ها میایین، خب با فیلم‌های کشورهای رقابت می‌کنید که فیلمسازاشون در کمال آزادی فیلماشون رو ساختن و شما اون آزادی رو ندارین. شما مثل کشتیگیرهایی هستین که دستاتون رو از پشت میبندن و میگن حالا برین کشتی بگیرین. جواب این آقای فیلمساز این بود که کاش فقط دستامون رو میبستن، چشمامون هم حتی میبندن و میگن حالا برین کشتی بگیرین. این واقعا نشون میده که چقدر محدودیت روی فیلمسازا هست و این محدودیت ها در همه سطوح هست. همینطور شما اشاره کردین، شما به فضای آموزشی هم برید همین محدودیت رو میبینید و به هر حال این حکومتیه که از طریق محدودیت و از طریق فشار آوردن بر مردم حکومت میکنه متاسفانه. آیه دکتر اکرمی، باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم چون یک دقیقه بیشتر به پایین برنامه نداریم. یه سوال دارم که اگه میشه کوتاه پاسخ بدید برای بخش پایانی. الان آقای حجت ایوبی در واقع رئیس سازمان سینمایی هست جای آقای شمقدری اومد، 8 سال گذشته 100 فیلم اکران نشدن، توقف شدن. فکر میکنید که ممکنه شرایط تغییر بکنه و بهبود پیدا بکنه، حداقل مثل این 8 سال گذشته نباشه؟ من متاسفانه اصلا خوشبین نیستم و یه سوال مشابهی هم تو یکی از برنامه‌های قبلیتون کردین که من گفتم یه هیولا رو شما اگه بزکم بکنید هنوز هیولاست، خود اون هیولاست که باید تغییر چهره بده یا عوض بشه و مشکلات در اون کاملا ساختاری هست. من حتی شنیدم که مثلا اون خانه سینما که قرار بود به نفع سینماگران یه جوری درست بشه مسئلهش، اونم الان شنیده میشه که میخوان تبدیلش کنن اصولا به 2 خانه سینما. بله. و به این ترتیب این وسیله که اصلا این به قول اینا یه recipe for disaster، یعنی یک نسخه دستورالعملی برای بحرانزاییه. این میخوان که بحران در این سطوح ادامه داشته باشه و فیلمسازها مرتب بله. با هم کلنجار برن و دعوا بکنن که نتیجه‌اش همین میشه که الان هست. آقای دکتر اکرمی خیلی سپاسگزارم، باز هم خسته نباشید و تبریک میگم برای فیلم جدیدتون. برش شما فیلم‌های دیگری هم داشتید که شاید توی فرصت دیگه بشه در مورد اونها صحبت کرد، ولی فیلم شما و نمایشش در فستیوال مونترال رو به شما تبریک میگیم. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق قرارگاه عمار هست. مهمان‌ها علی افشاری، مهدی مهدوی آزاد و امیر فرشاد
ابراهیمی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.